سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همیشه شاد و پر انرژی باشید. امروز میخوام باز دوباره به درخواست بیشتر شما از عزیزان شیرینی گوشواره درست کنم. یه شیرینی فوق‌العاده خوشمزه و شیک و مجلسی. بریم که با هم دیگه ببینیم. شکر 50 گرم، 1/4 پیمانه روغن زرد، 50 گرم، 1/4 پیمانه تخم مرغ، 2 عدد 66 گرم آرد، 300 گرم 1.5 پیمانه روغن مایه، 10 گرم وانیل، بیکینگ پودر، نمک، با هم دیگه یک قاشق چای خوری، شکلات تخته 1 بسته 70 گرم، پودر نارگیل به میزان لازم، شکلات چیپسی به میزان لازم. تخم مرغ و شکر رو با هم زن همش میزنم که شکر حل بشه داخل تخم مرغ. شما میتونید با همزن برقی هم بزنید، اما من امروز میخوام با همزن دستی کار کنم. در حد هم بزنید که این صدای شکر دیگه نیاد به گوشتون. خب دیگه کافی هستش. حالا من روغن زرد رو بهش اضافه میکنم. نمک، وانیل، بیکینگ پودر رو بهش اضافه میکنم که با هم دیگه ببینید یک قاشق چای خوری میشه. یعنی از هر کدوم یه پنج کوچیک. روغن مایه رو اضافه میکنم. روغن مایه ببینید 10 گرم هستش. 2 قاشق غذاخوری. اگر که از تخم مرغ کمتر استفاده کردید روغن رو یه مقدار بیشتر کنید، اگر که از تخم مرغ بیشتر استفاده کردید روغنش رو کمتر کنید. هیچ مشکلی پیش نمیاد. و اینم بهتون بگم که از هر پیمانه میتونید استفاده بکنید. هر پیمانه رو که در نظر گرفتید واسه درست کردن این شیرینی، 2 پیمانه آرد، نصف پیمانه شکر، نصف پیمانه روغن. به همین راحتی. اگر که شیرینیتون صفر شد یه مقداری روغن مایه بهش اضافه کنید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر که شیرینیتون شل شد یه مقداری آرد بهش اضافه کنید، بازم مشکل پیش نمیاد. این شیرینی یکی از راحت ترین شیرینی هایی هستش که میتونید همتون برای خودتون درست کنید. خب ببینید شکر دیگه صدا نمیده. به اون صورت شکر حل شد داخل روغن و تخم مرغ و این داستان. خب ببینید کشداره. خب حالا من دوبار آرد و الک کردم و الان بار سوم آرد و کم کم الک میکنم، مخلوط میکنم. اگر که آردتون رو الک نکنید شیرینیتون خوب در نمیشه. اگر که آردتون رو یک بار الک کنید یه مقدار ترک برمیداره و اگر که آردتون رو 3 بار الک کنید شیرینیتون خیلی عالی در میاد. ببینید همه آردو اضافه کرد.
خب به همین راحتی خمیر جمع شد. ببینید نه خیلی شله نه خیلی سفته، یه خمیر نرم خیلی عالی به دست اومد. خب حالا من اینو میذارم یه درپوش میذارم روش، 15 دقیقه میذارم داخل یخچال تا زمانی که فرم گرم بشه. نیازی به استراحت نداره، اما به دلیل اینکه فرم رو روشن کنم میذارم داخل یخچال. خب اینم بعد از 15 دقیقه خمیر رو به این اندازه باز میکنم. بعدش به این اندازه، حالا اندازه هاش بستگی به خودتون داره که میخواین یه خورده ای زخیم تر باشه یا نازک تر باشه. خب من به این اندازه در نظر میگیرم. به این شکل میچینم داخل سینی فر. دقیقا ببینید اگه که به اندازه یک گردو بردارید از خمیر، به این اندازه شیرنیتون رو درست کنید به همین راحتی. خب 27 تا شد، حدوداً واسه 5-6 نفر من درست کردم. آماده است که بره داخل فری که من 15 دقیقه قبل به درجه 180 سانتیگراد گرمش کردم. میبرم شیرینی ها رو میذارم طبقه وسط فر. مدت پخت این شیرینی 15 دقیقه هستش. حالا با فر من میبرم که بذارم طبقه وسط فر. آب جوش رو میریزم داخل این قابلمه کوچیک، ظرف روش قرار میدم به این شکل. شکلات ها نرم میشه، بعد یه مقداری همش میزنم آب میشه. خب ببینید قشنگ خودش آب شد. و اگر دیدید که آب نمیشه با همین قابلمه بذارید یه مقداری رو گاز، میتونید که آب کنید به همین راحتی. خب اینو میذارم کنار. خب بعد از این که از فر آوردم بیرون میذارم کاملا خنک بشه، بعد تزیینش میکنم. خب بعدش ببینید پشت شیرینی ها رو ببینید، میزنم داخل شکلات. حالا هر اندازه‌ای که دوست دارید بزنید. بنشین. دوستان نازنینم شیرینی خوش رنگ خوشمزه با کمترین مواد آماده شد. امیدوارم درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. دوستان عزیزم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت من ویدیو جدید میذارم به دستتون برسه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. دوستان عزیزم شیرینیاتونو میتونید داخل ظرف دردار با یه تیکه سیب با پوستش بذارید داخل یخچال. مدت نگهداری این شیرینی 2 هفته هستش، اصلا خراب نمیشه و سفت نمیشه. ببینید مغزش کاملا پخته.
پودری ترد و خوشمزه.